بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون طلوع، علاقمندان برنامه سیام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر کجایی که باشین جور و صحتمند و از شر و آفات ویروس کرونا در امان باشین. الله متعال جل و علا شنه طاعت و عبادت همه ما و شما را قبول و مقبول بگردانه. این ماه مبارک رمضان را ماه خلاصی از تمام آفات و بلاها برای ما و شما بگردانه انشاءالله. با امید موفقیت های بیشتر همه شما، باز هم محمد اصغر وکیلی پوپلزایی با مهمان خیلی ها عزیز خود دکتر فضل الرحیم بصیرت در خدمت شما عزیزان قرار داریم. موضوع بحث امروزی ما در رابطه با احکام نماز تراویح هست. شما هم میتونید که جریان برنامه سوالات دینی که دارین را از ما بپرسین. خط ارتباطی ما 8656 هست، میتونید تماس بگیرین، سوالاتتان پاسخ سوالاتتان دریافت بکنین. جناب دکتر صاحب سلام، شما را به برنامه خوش آمدید. و رحمت الله و برکاته، شما هم خوش آمدید. دوستایی که ما را همکاری میکنه از همه گی تشکر میکنم. از زنده باشین دکتر صاحب، دین روز تنها مانده بودین، ما را را گیر ماندیم. متاسفانه که بله بله وضعیت کابل به دست ما شما نیست دیگه، بله را بندی وجود داره. از زنده باشین، تشکر. جناب دکتر صاحب، در شرایطی که ما و شما قرار داریم، متاسفانه که کمتر میتاریم که نمازهای تراویح را در بیرون از خانه در مساجد ادا بکنیم، میخوایم که در رابطه با حکم نماز تراویح ای که اگر ما در خانه ادا میکنیم، آیا عین ثوابی را که در مسجد ادا میکنیم برای ما داده میشه یا چطور؟ اما قبل از او دوستان اشاره میکنن که تماس داریم، سوال را میگیریم، بس دوباره برمیگردیم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم جناب پوپلزایی. علیکم السلام و رحمت الله، زنده باشین. بفرمایید کی از کجا تماس گرفتین؟ پروید هستم از قلعه وزیر بنیسار با تماس شدیم. ما یک سوال داشتم به خاطر از اینی که سحری را میکنیم بعد از او آذان صبح میتن، بله، در او وقت جایز است کمی نماز بخونیم نماز صبح یا وقت یک وقت بگیریم؟ تشکر. شما بیننده برنامه باشین، استاد برتان پاسخ میتن. تشکر از تماستان، مهربانی دکتر. سوال سابقه را جواب بیتیم یا سوال دوست را جواب بیتیم؟ اول سوال سابقه بعد از با سوال دوست. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمد من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح حدیث بخاری و مسلم هست که کس که در رمضان قیام کرد، خدا گناهش را بخشش میکند. قیام امی تراویح هست و پیغمبر خدا نگفته که با جماعت بخوانه. بله، حدیث بخاری و مسلم هست و میگه کسی که در رمضان قیام کرد، قیام رمضان ممکن است که در جماعت به تراویح بخوانیم، ممکن است که در خانه بخوانیم، بلکه اضافه تر بگیم در وقت خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح با جماعت به شکل منظم خوانده نشده. روایت اینطور آمده که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در رمضان یک شب با نماز شروع کرد و صحابه کرام از مسجد پشت زو اقتدا کردن و با نماز زو نماز خواندن و این عمل سه شب دا ادامه کرد. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیرون نیامد و در مسجد نماز قیام را نخواند و با می خاطر بوده که سر مردم واجب و فرض نشود. صحابه کرام از عمل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ایره می فهمیدن که در رمضان باید قیام شوند، نماز نفلی خوانده شوند و این عمل فردی صحابه کرام بوده، هر صحابی به اندازه توان خود ایره می خواند. و وقتی که حضرت خلافت حضرت عمر صاحب آمد رضی الله تعالی عنه، او در مسجد آمد، دید که خفتن در مسجد بعد از نماز خفتن هر کس تنها نماز می خواند. تو دارکت می خوانی، ما دوازده می خوانم، یک مسلمان دیگه چهارده می خواند و هر کس به اندازه توانه خودش می خواند. با معذرت استاد، دوستای تخنیکی اشاره می کنند، تماس داریم. بله بفرمایید. بله بله، سلام علیکم. سلام به شما تقدیم. علیکم السلام و رحمت الله، کی از کجا تماس گرفتین؟ خیلی سلامت را مات خدمت شما، خدمت مالیسه. علیکم السلام و رحمت الله. از این باری نماز تراویح ببخشی پرسان میکنم که بله. بیش رکات پورا بخوانیم. تشکر. شما بیننده این برنامه باشین، استاد بزرگوار برتان پاسخ میتن. تشکر هستم استاد. بله. حضرت عمر که دید صحابه کرام هر کس در مسجد در گوشه مسجد برای خود تنها نفل میخوانه که امی تراویح هست، گفتن که جماعت بخوانین. و عبید بن کعب که او را
سید القرآن میگه مشهورترین حافظ قرآن و قاری بوده، او را امام کرد و تراویح را پشت ازو به 20 رکعت خواندن. بنا ان اگر کسی قادر بوده که به جماعت بخوانه خوب کار است، اما امسال که مسئله مشکل کرونا آمده، یک مرض وبا و ساری هست، همه ما شما میتونیم که در تراویح در خانه بخوانیم و هیچ مشکلی نیست، با اندازه که یک انسان قادر باشه. تشکر. تماس داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتین؟ انایت هستم از کابل با تماس گرفتم. بله بفرمایید. من سوال داشتم که من تکلیف میده دارم. 6 سال ما وقت تکلیف میده رو گرفته ندارستم. دیگه من پارسال رفتم هند خود تداوی کردم. تکلیفیان همی چند ماه قبل تداوی من خوب بودم. امسال خواستم روزا بگیرم همی 2 روزا گرفتم. دیگه این روز به حد وضعیتم خراب است. دوباره من نتونستم روزا بگیرم. یعنی درد شدید دارم میده. به نظر تان من چی کنم؟ کفاره بتوم یا چی رقم یعنی شروع کنم دارم باید چی بکنم؟ تشکر. شما بیننده برنامه باشین. استاد بزرگوار برتان پاسخ میتن. تشکر هستم استاد. بله. استاد برادر ما پرویز تماس گرفته بودند، گفتند که هنگامی که سحری را میخوریم و وقتی امساک میرسه آذان داده میشه، آیا متصل آذان نماز فجر را ادا بکنیم یا یکی چند لحظه منتظر بمانیم بعد از او باز نماز فجر را ادا کنیم؟ مشوره ما با برادر عزیز پرویزی هست که یک چند دقیقه منتظر باشن با چند دلیل. اولی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز اذان داده میشد 2 رکعت سنت خود را میخوان، کمی راه دم میگرفت باز نماز میخوان، ولی زا کمی وقت داده شد. دوم سخنی است که فیش ما یک سوال مطرح هست، و سوالی است که شاید اکثر اماما به خاطر احتیاط یک چند دقیقه امکان داره اذان را پیشتر بده. بنا ان مشوره ما با دوست عزیزی هست که یک 2 دقیقه منتظر بمانه و باز نماز خود را بخوان. سپاس جناب استاد. برادر دیگه ما سوال مطرح کرده بودن، گفتن که آیا نماز تراویح را تنها 20 رکعت ادا بکنیم یا ای که میتونیم کمتر یا زیادتر ادا کنیم؟ 20 رکعت سنت عمری هست، سنت خلفای راشدین هست و صحابه کرام با جماعت او را خوانده. اگر او را پورا کردی فوق العاده بسیار خوب است. اگر مریض بودی کدام روز صحت خوب نبوده، اگر 8 رکعت هم خواندی صحیح هست، 12 هم خواندی صحیح هست، تا جایی که قادر باش. سپاس. وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. با سلام مجدد خدمت اوید از دوستایی که همین اکنون با ما پیوستن. برنامه سیام هست و پاسخ به سوالات فقهی. خط ارتباطی ما 8656 هست. شما هم میتونین سوالاتی که دارین را از طریق 8656 تماس بگیرین، مطرح بکنین. استاد بزرگوار حتما برتان پاسخ میدن. جناب استاد، قبل از وقفه خواهر ما تماس گرفته بودن، انایتا از کابل، گفتن که تکلیف معده دارن و 6 سال روزه را نتونستن که بگیرن. حالی هم که 2 روز روزه را گرفتن، امروز بسیار به تکلیف هستن. آیا گفتن که ما میتونیم که فدیه بتیم یا بیک روزه بگیرم یا چه قسم کنیم؟ اما پیش از اینکه جواب بدین یک تماس داریم. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. کی از کجا تماس گرفتین؟ از مزار شریف حجت آمد هستم. اسم مبارک؟ حجت آمد. بفرماین. همین نماز تراویح 4 رکعت سنت ما نیت میکنم، بخاطر از این مگفت که مگر 2 رکعت نیت کنم هم ثوابت بیشتر است یافتر است، یا هم 4 رکعت سنت نیت کنم میشه؟ درست. شما بیننده برنامه باشین. استاد بزرگوار برتان پاسخ میتن. تشکر هستم استاد. بله استاد. سوالی که همشهری ما مطرح کرده، قبلا تکلیف معده را داشت، علاج کرده، خوب شده بوده و امسال 2 روزه را گرفته، امروز با تکلیف است. بالکل که برای او روزه گرفتن تکلیف باشه، روزه را خورده میتونه. لیکن سوال بعدیش بعد وضاحت بتیم و میگه که ما فیده بتیم یا قضایی بیارم. اولی بر تا میگیم که امشیره اگر قادر باشین که یک روز روزه را بگیرین و یک روز بخورین، هم باز یک روزه را بگیرین. یا قادر بودین که 2 روز بخورین روز سیوم را بگیرین، باز هم روز سیوم را حتما روزه بگیرین. اما اگر ثابت شد که کلا قادر نیستین، خب اگر طبیب دکتر خودت مشوره بده که روزه را بخو بالکل خورده میتانی، و یا خودت احساسی تکلیف زیاد را میکنی، مشقت داری،
روزه را خورده میتنیم و در آینده قضا را میاره. دوستای تکنیکی اشاره میکنن تماس داریم. بله سلام علیکم بفرمایید. میشنوین؟ بله بفرمایید. کی از کجا تماس گرفتین؟ سلام عرض ادب، مجیب رحمان هستم. علیکم السلام. از ناحیه دوی کابل به تماس شدم. بله بفرمایید. یک سوال داشتم از جناب مارش بزرگوار. سوال من یه که من هم تکلیف معده دارم به شدت و هم تکلیف گرده دارم که در اصطلاح یک گرده دارم، یک گرده. بله. یعنی من عملیات شدیم، مرا دکترها گفتن که باید تو سال 12 ما مایات بگیری، باید حداقل در 24 ساعت 8 لیتر آب باید بگیری، خب؟ بله. ما دیروز برای روز روزه بودم، دیروز وضعیتم به اندازه خراب شده بود که هم معده هم سردردی و هم تکلیف گرده تا به شام یک حالت خود مقاومت کردم. ما به واقعیتش که اگر مثل دیروز اگر من امروز هم گرچه روزه هستم روزه من ادامه بده، من یک گرده دارم، اگر یک گرده هم از دست بده 25 لکس چی در افغانی به من کار است که من گرده باز بگیرم دوباره چه حق من دوباره به من پس گردانده شود. امین برای من لطفا یک جواب دقیق و شرعی و منطقی برای من ارائه کنید. تشکر. شما بیننده برنامه باشین. انشاءالله که دکتر صاحب استاد بزرگوار برای شما جواب دقیق و منطقی ارائه میکنه انشاءالله. بله میرم پس برام ادامه سوال همشهری ما. همشهری ما اگر دو سه روز یک روزم گرفته میتونه روزه را بگیره و اگر تکلیف زیاد باشه روزه را خورده میتونه در آینده قضایی را بیاره. اما اگر دکتر متخصص او برش بگوید که تو آینده روزه گرفته نمیتونی، تکلیف تو ادامه داره یا روزه خوردن برای تو تکلیف زیاد میکنه، دو صورت و دائمی باشه. دو صورت میتونه که همشهری ما فدیه را بده که عبارت از امو فدیه که ما سرسایه میتیم به امو اندازه است. بله بله. تشکر. برادر ما تماس گرفته بودن گفتن که حاجی صاحب عطا محمد گفتن که نماز تراویح را 4 رکعت نیت بکنیم بهتر است یا 2 رکعت؟ بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که صلات اللیل مثنا مثنا. نماز نفلی شو 2 رکعت است. بنا ان عجیسه اگر 2 رکعت بخونه خوبتر است، اما اگر 4 رکعت خوان هیچ باکی نداره. بله بله. سپس برادر ما که مجیب الرحمن تماس گرفته بودن گفتن تکلیف معده دارن و گرده شارم یکی هست و در 24 ساعت باید 8 لیتر آب بگیرن و روز قبل هم روزه گرفته بودن بسیار به تکلیف و امروز هم گفتن که زیاد تکلیف هستم، به این خاطر باید جواب بدیم. اما فکر میکنم که وقفه نزدیک هست، ایره پس از وقفه جواب میتیم. بیننده های عزیز شما هم میتونین که سوالات دینی که دارین را از ما بپرسین. تماس داریم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تاعت و عبادت قبیل درگاه یک برادر محترم ننیفم شیخ فنی از چند سالگیه و والدین 80 سال عمر، اینا دیابت پیشگرفته تقریبا 14 دارن، آیا گرفتن روزه برای از اینا هسته یا نگیرم مشکلی نداره؟ به امید موفقیت شما در امید اسلامی. خدا حافظ شما. سلامت باشین. شما بیننده برنامه باشین، انشالله که پاسخ شما بر شما داده میشه. جناب استاد اگر بسیار کوتاه بیایم سر بحث خواهر ما بپردازیم، بس چون از مجیب الرحمن جان بحثشان طولانی هست، گفتن که والدشان شیخ افغانی هستند، تکلیف بیشتر دارن و شکر هم دارن، روزه بگیرن یا نگیرن؟ خب اگر برای او روزه گرفتن مشقت باشه و قادر نباشه به خاطر که شکر هم داره، کرنسین هم هست و هر کس مفتی خودشان است، به معنی که و خودشان میفهمه، خدا میبینه. بله. اگر تکلیفشان سخت باشه بالکل خورده میتونه فدیه را بده. بله بله. یعنی در صورتی که تکلیفشان زیاتر باشه زیاد روزه گرفته ندارن فدیه بپردازن خودشان. و در آینده هم توقع نداریم. بله. چون پیرم هست و بله. شکرم دارم. بله بله. شما هم میتونین سوالات دینی که دارین در از طریق 86556 با ما تماس بگیرین، سوالاتتون رو بپرسین، استاد بزرگوار حتما براتون پاسخ میدن. امیدوارم که از سوالاتی که براتون داده میشه قناعت بخش باشه و جوابتون رو دریافت بکنین. وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم با جواب سوال مجیب الرحمن جان. شما
شما را دوباره خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه سیام. دکتر فضل الرحیم بصیرت، استاد پانزده شرایط پنتون کابل با ما هستند و پاسخ به سوالات دینی شما. شما هم میتونید که از طریق 8656 با ما تماس بگیرین و سوالات که دارین را مطرح بکنین. استاد بزرگوار برتان جواب میتن. جناب استاد، برادر ما مجیب رحمان قبل از وقفه تماس گرفته بودن در رابطه به تکلیف معده و تکلیف گرده داشتن، گفتن یک گرده دارم و تکلیفشان هم زیاد است و باید 24 ساعت 8 لیتر آب استفاده بکنن. گفتن که جواب اگر بر ما داده شود که ما روزه بگیرم یا نگیرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که استفتن قلبک قبل یفتوک، اول از دلت پرسان بکو پیش از اینکه مردم بر تو فتوا بده. این دوست ما مجیب الرحمن اگر واقعا تکلیف میدیش قوی تر هست، گردیش هم یکی هست و توصیه دکترم ای باشه که تکلیف تو اضافه تر میشه اگر روزه را بگیری، بلکل میتونه که روزه را بخوره. لیکن اگر ای قادر باشه که دو روزه بخوره، یک روزه بگیره، بعد او صورت هم یک روزه اتمن بگیره، یا قادر باشه که در چهار روز یک روزه بگیره. لیکن اگر تکلیف با اون شکلی باشه طور که خودش گفت، دو صورت روزه را بخوره. میمانه این سوال که قضا را باز میره یا فدیه را میده. اگر در آینده توقع ازی وجود نداره پیش دکتر خودش که تکلیف تو ادامه داره، با اون حالت میمانه، دو صورت فدیه را داده میتنه. اما اگر توقع ازی باشه که امرای دوا و علاج یک سال بعد جور میشه، بعد او صورت قضا را میاره. بله بله، سپاس. امیدوار هستم که مجیب رحمان چی خود جواب سوال خود را گرفته باشن. تماس داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتیم؟ از بسپی، اسمم عباس. بفرمایین عباس جان. برادر گل، تکلیف معده دارم، گفتم زخم معده دارم، چه رقم روزه بگیرم نگیرم؟ این روز گرفتم، دی روزم گرفتم، بسیار خسته شدیم. تشکر. بیننده برنامه باشین. استاد بزرگوار برتان جواب میتن. تشکر از تماسته. بله. خب تقریبا سوال تکرار است از دوست ما. یم تکلیف معده هست، اگر دکتر که از او علاج میگره توصیه کرده باشه که تکلیف شما امره روزه گرفتن زیاد میشه یا دوا به تاثیر میمانه، دوا تاثیر نمیکنه، جور نمیشی، دو صورت میتانه روزه را بخوره و در آینده قضا را میاره و قضا را ما شما میفهم که یعنی چی و فدیه نیست. بله بله. جناب استاد، یک سوال از یک بیننده ما که دیروز تماس گرفته بودن روز قبل. امیدوار هستم که امروز بیننده برنامه باشن و پاسخ سوال خود را دریافت بکنن. از من فراموش شده بود که سوالشان پاسخ میدادیم. گفتن که ما گفتن سوالشان قسمی بود که از جریانی که اینا مریضی ماهوار پیدا کردن، نماز را نخواندن ولی که روزه را، روزه رمضان که بوده او روزها را روزه گرفتن، آیا روزهشان قبول میشه یا نمیشه؟ حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست، بی بی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و می فرماید که ما در وقت حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اشاره میکنن تماس داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید کی از کجا؟ بله میشنم. بله بفرمایید کی از کجا تماس گرفتین؟ امان الله غنی‌زاده هستم، از مزار شریف تماس گرفتم. بفرمایید امان الله جان. ما یک سوال داشتم از مولوی صاحب، به خاطر مرض کرونا گفتن که نمک و آب شیرگرم پرتین غرغره کنین گلونه، آیا این روزه را مایده یا سپاس بیننده برنامه باشین. دکتر سبرتان پاسخ میتن. تشکر از تماستان. حدیث حضرت عایشه هست که او میفرماید که ما در وقت حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم ماهواره ما میامد و در او وقت نه نماز میخواندیم و نه روزه را میگرفتیم و باز پیغمبر خدا به ما امر میکرد و روزه را قضایی میآوردیم و نماز را قضایی نمیآوردیم. بنا ان امشره ما که سوال کرده کار صحیح کرده، همون روزه ها را قضاییش آورده و بعد قضایی اتمن گرد. نه، قضایی نه آوردن، یعنی در ایام مریضی روزه را گرفتن. آنی غلط است. ایام مریضی که روزه را گرفته باشه، اگر سوال با می شکل باشه، روزهش گرفتنش غلط است و گناه را مرتکب شده، لیکن چون خبر نبوده خیر گناه را خدا عفو میکنه، توبه را بکنه و او روزه را قضایی بیاره. اما از نماز قضایی نیست. تشکر. جناب دکتر صاحب، برادر ما امان الله جان تماس گرفته بودن از مزار شریف، گفتن که به خاطر ویروس کرونا گفته میشه که چندین بار روزانه شما آب نمک را کلی بکنین یا غرغره بکنین به دهانتان، آیا اگر ما روزانه این کار را میکنیم روزه ما مکروه نمیشه؟
بله دوست عزیز، ما هم همین تلویزیون ها را میشنویم و چیزی که توصیه وزارت صحت عامه هست همین آب را امرای نمک قرار کردن رو نگفتن. بله. میگن دستای تن زیاد با صابون بشوین، از مردم مسافر بگیرین، اختلاط نکنین. علا کل حال اگر شما قرار میکنین کوشش کنین که نمک تیر نشوه و در حالی که همین توصیه که تو گفتی ما خود نشنیدیم. بله. بار تقدیرش. اگر اجتناب بکنن بهتر نخواهد؟ بلکل اجتناب بکنه و همین فقط آب را عادی استعمال بکنه و از نمک دوری بکنه. بله بله آب عادی درست بود. و برادر ما تماس گرفته بودن، عباس از پرچی راستی پاسخ شدادیم برشان، گفتیم که تکلیف معده‌ای که دارن اونا. یک سوال دیگه هم یادداشت هست از دوست ما، گفتن که دو طفل دارن، یک طفلشان 1.5 ساله هست و طفل دیگهشان هم 2 ماه هست، هر دوشان را شیر میتیم، آیا روزه بگیرن یا نگیرن؟ بالکل اگر اطفالشان ضرورت داره که از مادر خود شیر را بنوشد و وسیله دیگری نباشه، یا این که باز اطفال از دیگه غذا نمیخوره. بله. اگر این طفل 2 ماهه دیگه غذا نمیخوره. بله. و دو صورت برای مادر جایز است که به خاطر طفل خودش روزه را بخوره و قضای او را میخوره. سپاس. سپاس جناب دکتر صاحب. تشکر از شما بیننده های عزیز که تا اکنون بیننده برنامه بودین. امیدوار هستم که پاسخ سوالاتتان را دریافت کرده باشین. تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.